اردوان روزبه، روزنامه‌نگار اینجا در استودیو همراه ما هست. خیلی خوش آمدین آقای روزبه. به نظر شما این حمایت‌ها، اعتراضات و بیانیه‌های خارجی چه تأثیری میتونه داشته باشه در ادامه روند در واقع اعتراضات داخل ایران؟ ما میدونیم که اعتراضات اگرچه از توی خیابان‌ها و کف خیابان شروع میشه، اما به طور قطع این اعتراضات فقط نمیتونه محدود به خیابان باشه، به خاطر اینکه ما در روبروی مردم یک حاکمیت مسلح تا بن دندان مسلح داره تمام امکانات و تجهیزات رو داریم که عملاً ارتباطات مشروع مردم هم در طول سالهای گذشته از بین برده. همونجور که میدونین تقریبا میشه گفت به طور رسمی دیگه واتساپ و اینستاگرام هم برای همیشه فیلتر خواهند شد مثل تلگرام. اینجاست که نقش جریان‌های خارج از کشور مطرح میشه. جریان‌های خارج از کشور در حالی که من دارم با شما صحبت می‌کنم الان 140 میلیون، بیش از 140 میلیون بار هشتگ مهسا امیری بازنشر شده، ریتوییت شده و جای مختلف، این اتفاقاً نقش پیچیده و مهم جریان‌های خارج از کشور، حمایتی خارج از کشور رو مطرح خواهد کرد. وقتی که شما می‌بینید در شهرهای مختلف بعد از این اتفاقات که افتاده، از کالیفرنیا بگیرید در آمریکا تا نیویورک تا واشنگتن دی سی که همین الان من و شما داریم با هم صحبت می‌کنیم، ایرانیان در جلوی کاخ سفید تجمع کردن و حمایتشون از مردم داخل اعلام کردن. اتفاقاتی که بعد از این خواهد افتاد، شنبه دوباره جمع میشن در نیویورک، همین وضع در شهرهای دیگه، در برلین، در هلسینکی، در نیکوزیا، در اسپانیا، در مکزیکو سیتی، در مکزیکو. و میخوام بهتون بگم که اینها همه نشون دهنده این هستش که جریان خارج از کشور داره به نوعی کمک میکنه که مردم در داخل یک مطمئن باشند که تنها نیستند، و دوم از این که این شرایط رو به وجود بیارن که بستری فراهم بشه که غیر ایرانی ها هم با اتفاقاتی که در داخل ایران داره میفته آشنا بشن. ما خیلی از مردم رو در اینجا داریم که واقعا نمیدونن، اطلاعی ندارن، و این حرکتی که ایرانی ها از خودشون نشون میدن قطعا کمک میکنه که این ارتباط بین غیر ایرانی ها و ایرانی ها برقرار بشه. آقای روزبه، چقدر حالا این حمایت ها خودجوشه؟ آیا احتیاج به سازماندهی داره الان توی این وضعیتی که هستیم به نظر شما؟ به طور قطع به اعتقاد من بله، به دلیل اینکه درسته که این جریان ها خودجوش شروع شده، کمان که من با خیلی از این اعتراضات سرسری و خارج از کشور که در تماس بودم، به طب گروهی از جوانان، گروهی از مردم، گروهی از علاقمندان به خاک ایران، مردم ایران، گروهی از کسانی که خانوادهشون در ایران هستن و هر کسی که دلدادگی به مسئله ایران داره، خب خودش خودجوش شروع کرده، راه افتاده، رفته به دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی، جلوی اونها اعتراض کردن در دفاتر و مقر دولت‌ها و مجلس‌ها، اونجا سعی کردن این کارو بکنن. اما این کافی نیستش، بدون اینکه در حال حاضر ما با چند مسئله در داخل ایران روبرو هستیم. یک، در حال حاضر بسیار سیاستمداران خارجی هنوز نمیدونن در ایران چه خبره، یعنی به مفهوم واقعی اون چیزی که امروز حاکمیت داره مردم رو میکشه، با گلوله جنگی شکار شلیک میکنه به اونها، در عمل مردم رو داره شکار میکنه، کاری که پیش از این هم کرده بوده و دوباره داره تکرار میکنه. خب به تبع یکی از وظایف این جریان این هستش که شکل بگیرن، سامان بدن و فقط محدود به مسئله پلاکارد، شعار دادن و این چیزها نباشه. اینا باید شکل بگیرن، منسجم بشن، ارتباطاتی برقرار کنن، مدیران و یا نمایندگان مجلس کشوری که درشون هستن به این اعتراضات دعوت کنن و سعی بکنن کسانی این هسته مرکزی رو درست کنن که دل در گروه ایران دارن و در عین حال توانای ارتباط رو با جریان‌های خارج کشور و غیر ایرانی هم داشته باشن. در نتیجه اتفاق مهمی که میفته، هر آنچه که در ایران داره اتفاق میفته عملاً بازنشر جهانی پیدا میکنه و از طرفی میتونه حمایت‌هایی رو برای مردم در خیابان ایجاد کنه. بازم تکرار میکنم، فقط آنچه که در خیابان میگذره نمیتونه باعث پیروزی بشه. این یک وحدت رویه است که جریان اعتراضی خارج از کشور میتونه نقش کلیدی رو برای ارتباط بین ایرانیان و غیر ایرانیان بازی بکنه. خیلی ممنون از همراهی و توضیحاتش.